سفری از غرب به شرق. به دور از دلشوره و استراب. سفری به جهان موسیقی و معنا. خدا بشمان قویده ایه هری تمیر جن و ای کلام کردن و ای اترامک دیدیم بس مان رو را تمیره هم میزد و کلام میکرد. چه نفرم شاگرد داشت اینجا؟ چه نفرم شاگرد داشت؟ چه نفر اینجا تموزن نزن با سید قدمیار استفاده کرد؟ سید قدمیار یک عرفان درونی داشت، یک آرامش درونی داشت و در نهایت رضامند بود. دیدار با تنبور نوازان کرد یارسان. پیام‌آوران صلح. در این اندیشه موسیقی صدای خداوندیه. در جستجوی سازی آسمانی. در به در و کوی به کوی، از ایران به هند، به چین، به سمرقند، به بخارا، به بغ، به همه جا رفتم، از این طرف به روم، یونان، چون این وابسته به ملت خاصی نیست، حقیقتی بوده مثل یک آینه شکسته شده و در گوشه و کنار جهان پراکنده شده، هر ملتی به یک شکلی این رو پیدا کرده. نوایی افسانه‌ای. از گوشه‌ای کاوه آهنگر میاد، کسی که 12 تا پسر داره و 11 تا پسر جوونش رو سر میبرن و مغز اون رو به ضحاک میدن که بخوره. هر کس تنبور بخواه بزنه تمام حالات دنیاوی ازش دور میشه. یه صوت خداییه، من به صدای حق میدانم صدای تنبوره. در یه جمله من میتونم اینو بگم که یه چیز زمینی نیست، آسمانی. آواز خدا. فیلمی از عارف محمدی.